در ادامه تبلیغات دروغین علیه مذهب تشیع در مالزی یکی از روزنامه های این کشور با انتشار مطالب پی در پی به تکرار تهمت های واهی علیه شیعیان اقدام کرد. روزنامه مترو در یکی از مطالب دروغین خود مدعی شده بر مبنای عقاید و تعالیم شیعه خون امت اسلامی حلال است و قرآن دیگری غیر از قرآن موجود در دست مسلمین وجود دارد. در این مقاله که با عنوان عقاید افراطی شیعه دوازده معصوم منتشر شده آمده شیعیان معتقدند که اکثر اصحاب پیامبر اسلام صلی الله علی علیه و آله کافر هستند این مقاله از قول پروفسور زکریا ستاپا از دانشگاه ملی مالزی در خصوص گرایش مردم این کشور به مذهب اهل بیت علیهم السلام ابراز نگرانی کرده به گفته رشد تعالیم شیعه در مالزی جدی است زکریا ستاپا مدعی شده رشد گرایش به تشایو می میتواند امنیت عمومی کشور را تهدید کند همین روزنامه یک روز قبل از انتشار این مقاله با انتشار آماری از حوزه های علمیه شیعی در مالزی مدعی شد که چهل مرکز حوزوی در این کشور شناسایی شده اند و فعالیت های مختلف و برای تربیت پیروان جدید مذهب تشیع انجام می دهند. این روزنامه همچنین نوشت طبق اطلاعات مرکز پلیس تعداد شیعیان بین 5 تا ده هزار نفر است اما ادعای گروه های شیعه که ده ها هزار پیرو دارند قابل انکار نیست زیرا تعداد زیادی از شهروندان شیعه مالزی اعتقادات خود را مخفی می کنند گزارش روزنامه ی مترو افزود برگزاری مراسم روز آشورا، روز اربعین و دیگر مناسبت های از فعالیت مراکز عبادت یا حوزه های علمی شیعیان شناسایی شده است. شایر زکره سازمان امور اسلامی مالزی در سال 1996 میلادی با صدور فتوایی اعلام کرد مذهب تشیع حرام و ممنوع است. پس از این فتوا شیعیان بارها هدف حملات نیروهای امنیتی این کشور قرار گرفته و تنها به دلیل اعتقادشان بازداشت شدند. آخرین حمله به مرکز شیعیان مالزی عید قدیر گذشته در هشتم شهریور 1397 صورت پذیرفت که طی آن دهها افسر سازمان امور اسلامی ایالت کالانتان با یورش به یک مرکز شیعی و بازرسی آن 11 نفر از شیعیان شرکت کننده در جشن عید قدیر از جمله یک خانم را بازداشت کردند.